آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، صبح علی به خیر، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، خدا به شما قوت بده. سلامت باشید. عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم عرض ارادت و سلام دارم و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. خداوند ان شاء الله بیش از توقعشون ان شاء الله این روزها رو از اونها قبول کنه و توفیق رضایت حضرت بقیت الله ارواح و نافدا شامل همه بشه ان شاء الله. ان شاء الله. گفت ای مهر تو دل گرمی هر طفل یتیم، ای خواند تو را به چشم تر طفل یتیم، دل تنگ توییم یا علی هر شب و روز، آنگونه که در روز پدر طفل یتیم. امشب هم میخوان حاجای کاشانی از پدر امت بگن امیرالمؤمنین که کاممون شیرین بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این چند شب اخیر به جز دیشب که مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، بحث ما احیاء دستاوردهای رسول خدا به برکت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. از طرفی هم عزیزانی که اینجا تشریف میارن مثل آقای احمدیان و آقای یکتا، عزیزانی از عصر ما رو میگن که چگونه وسط جنگ دیندارانه، آزاد مردانه، انسانی، جنگشون هم انسانی بود. اینها از کجا یاد گرفته بودن این حرفا رو؟ این مهمه که ما وسط سختی ها اون خطوط قرمزمون حقیقت انسانی و کرامت انسانیمون رو فراموش نکنیم. مقدمه بحثمون که ادامه عرایض گذشته هست داریم. ما در زیارت قدیریه که از امام هادی سلام الله علیه به ما رسیده، حضرت هادی به امیرالمومنین عرض میکنن مولای، ای مولای من، بک ظهر الحق و قد نبذه الخلق. دیگران حق رو پرتاب کرده بودن، کنار گذاشته بودن، حق به برکت تو آشکار شد. اوزحت از سنن، سنت پیغمبر، رفتار پیغمبر، دین رسول خدا، سبک زندگی پیغمبر رو آشکار کردی. بعد از دروس و تمس، بعد از اینکه پوسیده شده بود و رو به زوال رفته بود. بالاخره گفتیم این شبها با درد هم گفتیم که رفتارهایی، خشونتهایی، خونریزیهایی به اسم رسول خدا و به اسم دین رحمت للعالمین تبدیل شده بود به یه تفکر، به یه شیوه، به یه سیره. و امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ نشون دادن که پیغمبر چگونه بود. لذا روایات فراوانی از رسول خدا داریم که علی ابن ابی طالب، ای علی، تو انت تو قاتل و علی سنتی، تو می جنگی مطابق آنچه من میخوام. جنگ تو وحشیانه نیست، خشونت تو، خشم تو انسانیه. یا به حضرت ام سلمه، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی لحمه من لحمی، دمه من دمی. چرا گوشتش گوشت منه، خونش خون منه؟ فرمود او با ناکثان و قاستان و مارغان می جنگه. هو والله محیی سنتی، او سنت من رو زنده. این همه 23 سال تلاش کردیم برای چی؟ برای اینکه تا قیامت این دین، دین خاتمه، این باید درست بمونه. چه کسی هست که از تحریف اون جلوگیری میکنه؟ بارها پیغمبر میفرمود علی احیا میکنه دین خدا رو. یعنی کشته شده بود دین خدا، بدنام شده بود، تحریف شده بود و امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی در این زمینه تلاش کرد. ویژگی های عجیبی داره حضرت امیر صلوات الله علیه. نقل شده که خب امیرالمومنین خیلی سحرخیز بود. اصلا بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بالای سر حضرت که نشسته بود موقع دفن فرمود دیگه اما لیلی فسرمت، اما حزنی فسرمت، اما لیلی فمسحت، دیگه خواب به چشم من نمیره. توقع داریم برای کسی که فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت، کی جنگو شروع کنه؟ اول صبح. ولی امیرالمومنین بعد از نماز ظهر شروع میکنه. چرا؟ ازش پرسیدن آقا برای چی؟ حضرت فرمود که نگاه کنید، فرمود که تفتح ابواب السماء و تقبل الرحمه و ینزل النصر، ابواب آسمان باز میشه، وقت اجابت دعاست، وقت رحمت الهی، نصر الهی نازل میشه. بعد نگاه کنید چی میفرمون. میفرمون هو اقرب الی اللیل و اجدر ان یقل القتل، به غروب نزدیکتره و کشته ها کم میشن.
حالا یکی بیاد بگه آقا خب شما داری می جنگی. بله می جنگم، ولی این جنگ برای بیشتر شدن کشتگان نیست، برای هدایت. مجبورم کردن که می جنگه. یعنی همش این دغدغه هدایت تو فصل‌های مختلف زندگی حضرت هست. فرمود که یرجع الطالب یفلت المنهزم، شکست خورده ها زودتر بتونن فرار کنن، زود شب بشه فراری ها بتونن برن، ما که دنبال کشتن نیستیم. ظهر بگذره و بعد یه وقتی اسیر گرفتن. با ما یک مختصری از فجایع رفتار با اسرا رو گفتیم. بله. تا اسیر اومد و امیرالمومنین عرض کرد که لا تقتلنی صبرن، تو رو خدا منو زشکش نکنید، دمی میخواید بکشید. چرا اینجور باید بگه؟ به دو دلیل. یک، سابقه ای که داشته. آره سابقه ای که داشته، میدونستن اسیر رو پوستش رو میکنن، زشکشش میکنن، آتشش میزنن. و یکی بهتان به امیرالمومنین که حالا عرض میکنن. حضرت فرمود که لا اقتلوا که صبرم، قرار نیست تو رو زشکش کنیم. انی اخاف رب العالمین، ما از خدا میترسیم. یعنی اونا نمیترسیدن از خدا، اونا به اسم پیغمبر کار خودشون رو میکردن. بعد حضرت فرمود شمشیرش رو بگیرید و قسم بخوره که دیگه به جنگ بر نمیگرده. گفت آقا من قسم میخورم به جنگ بر نمیگردم. حضرت فرمود 4 درهم بهش بدید که تورای نونی بتونه بخوره و بره. البته آقا مظهر قدرت بود، اگر این اسیر دوباره برمیگشت شدیداً مجازات میکرد. کمان که رسول خدا یه وقتی در بدر یه در اسیر گرفته بودن، یکی یکی سوال میکرد، یکی گفت من 5 تا دختر دارم، حضرت اون آزادش کنید، این 5 تا منتظر داره، 5 دختر منتظر، رحمتا للعالمین. ولی در احد دوباره اومد، اون وقت حضرت مجازاتش کرد، فهمون دیگه انگار آدم بشه نیستی. وگرنه اگر احساس میکرد امیرالمومنین که ممکنه طرف برگرده، هر تلاشی ممکن بود بکنه. یکی هم اینه، ببینید هم عادت بود با اسیر اونجور رفتار کنن و حضرت میخواد عادت مردم به هم بزنه، مردم به اسم اسلام هر چیزی رو نسبت ندن. یکی اینکه به حضرت خیلی بهتان میزدن، خدا به داد اهل جمل برسه. یکی اینکه با امیرالمومنین جنگیدن، یکی اینکه خیلی به امیرالمومنین دروغ بستن. یه شخصی به اسم هرقوس ابن زهیر اومد امیرالمومنین، گفت آقا این بصری ها میدونی چرا اومدن پشت سپاه جمل با شما بجنگن؟ حضرت فرمود چرا؟ گفت یزعمون انکه ان ظهرت علیهم قدن انکه تقتل رجالا، میگن اگر علی قدسش به ما برسه پیروز بشه همه مردا رو سر میبره، چون این کار قبلا میکردن. و تسبی نساءهم، همه زنها رو تو اسیر میکنی، برده میگیری، کنیز میکنی. حضرت فرمود ما مثلی یخاف و آزامن، از مثل من نباید برای این کار ترسید. بعد حضرت فرمود که این رو کی قبول داره؟ اینو کسی قبول نداره الا من تولا و کفر، من که کافر نیستم این کارو بکنم، اسلامه. دروغ بسته بودن. قبلا عرض کردیم حضرت نه تنها به اطعام اسیر توجه داشت، به احسان به اسیر توجه داشت، یعنی به او نیکی باید رفتار کرد. حتما حضرت رفته بود صفین. من تأسف میخورم از اخلاق دشمنی امیرالمومنین میگیم، ولی گاهی تو کشور خودمون بین خودمون ما اخلاق دشمنی، اخلاق رقابت رعایت نمی کنیم متاسفانه. الان در آستانه انتخاباتیم، خدا به داد برسه در مناظرات از بهتانهای دست جمعی فراگیر، یکی در گوشه یکی هم که نیست. سال 96 یکی از فجایع، و سالهای گذشته سال 88 یکی از فجایع بهتانهایی بود که به هم نسبت میدادن. کاش شورای محترم نگهبان هر کسی رو توی این مناظرات یا توی رقابت‌ها در فضای عمومی بهتان به دیگری میزد محاکمه میداد، محاکمه کنن. اگر سند مدرک داری که خب هیچ، اگر نه رد صلاحیتش میکردن. یعنی کسی که وسط یه رقابت برای پیروزی سیاسی نمیتونه گناه به این بزرگی نکنه، چون وقتی یه بهتان به نفر میزنن 80 میلیون آدم میفهمن. بله. کسی که نمیتونه، این چجوری کف نفس میتونه داشته باشه که دزدی نکنه؟ بعد و اصلا اونجاست که خودتو باید نشون بدی. و ما این حکومت دلش میخواد به فرمایش رهبری که قله بگیره حکومت امیرالمومنین رو به سمت او حرکت کنیم، باید نامزد انتخاباتیش خیلی پرت نباشه از این فضا. اخلاق دشمنی، گاهی زن و شوهرها با هم یه جور دشمنی میکنن انگار که مثلا یکی مسلمان و یکی کافر حربیه. حالا امیرالمومنین با دشمنانی که میخواد بجنگه اینطوریه، و بدا به حال ما که در صحنه‌های بزرگ ما شیعیان امیرالمومنین خلاصه مناظرات انتخاباتیمون و اینا به مناظرات مثل ترامپ و امثال ترامپ خدای نکرده نزدیک باشه. پناه میبرم به خدا.
دیدن تو سفین امیرالمومنین به ادبیات امروز لفت میده، لفتش میده، طولش میده. اینا جمع شده بودن از کوفه چند صد کیلومتر، هزار کیلومتر چقدر اومده بودن منتظر. یکی میگفتش که نکنم مرگ میترسه، دوتا سپاه وایستادن مقابله هم، خب شروع کن دیگه. یکی میگفت شاید شک داره، تقوا داره، نمیدونه میتونه به جنگ با شامیان یا نه. یکی گفتش که آقا ما خلفنا ضراری انا و نسا انا بلون، زن و بچه همونو برکنیم تو کوفه، اینجا اومدیم مثلا پیکنیک که نیومدیم، بریم دیگه بزنیم اینا رو لهشون کنیم. خب طبعا آدم هم که میخواد بره جنگ باید یه روحیه جنگی آماده هم داشته باشه. حضرت همون نسبت به ترس از مرگ که شما منو میشناسید، نسبت به شک که در جنگ با شامیانم من شک ندارم، اما نگاه کنید حضرت چی فرمود. والله به خدا سوگن من جنگ رو عقب نمیندازم، الا ان اتمع انا اتمع و ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی. دلم میخواد شاید یه دونه از اینا برگرده، یه چند تاشون هدایت بشن. بعد فرمود که اگر اینا هدایت بشن برای من خیلی بیشتر دوست دارم تو در زلالت طرفو بکشیم، ولو اینکه خودش گناهانش باعث شده باشه که جلوی ما قرار بگیره. پیغمبر به من فرمود در خیبر، علی جان یه نفر رو تو هدایت کنی از کل مخلوقات خدا و آنچه خورشید بهش میتابه برتره. من دنبال اینم که یه نفر حقو بشناسه برگرده، ولی برای کشتن ندارم. خدا به داد ما برسه گاهی تو مسائل خیلی کوچیکتر، چون خیلی وقتا مناظرات و منازعات ما اینقدر حق و باطل مثل امیرالمومنین و شام حق محض و باطل محض هم نیست، ولی ما دشمنی رو گاهی به نهایت میبریم. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه دنبال آدم تربیت کردن، پدر شامیان بود امیرالمومنین، لذا اینجور رو ثبت کردن. وقتی اونها اومدن زودتر به منطقه صفین رسیدن، به آب دسترسی پیدا کردن، گفتن یه قطره آب نمیذاریم اینا بخورن. یه نفر بود اهل همدان بود، همدانی ها بیشترشون در کوفه بودن، سربازهای حضرت بودن، این در شام بود، اهل عبادت بود، رفیق امراس هم بود اتفاق. اومد گفتش که یا معاویه سبحان الله، ببینید گفتش والله لو سبقوکم الیه لسقوکم، به خدا اگر علی و یارانش به آب میرسیدن به شما آب میدادن، زایه نکنید خودتونو، فکر نکنید اونا میان پیروز میشن بعد زایه میشید. گفتش که معاویه به امراض گفت اینو ساکتش کن، مثلا صداشو ببر. اونم شروع کرد به تندی، این شروع کرد به شعر گفتن. نگاه کنید گفتش لعمر ابی معاویه ابن حربی و امرون مال دائه ما دوا او. معاویه و امراض درد بی درمان دارن چون حق مدار نیستن، کسی که دنبال حق نباشه در چی میخواد درمانش کنه. فلستو به تاب اندین ابن هندی، من به هیچ وجه دین معاویه رو نمیپذیرم، تبعیت نمی کنم، توالت دهر ما ارساه را او، ولو اینکه در طول دو روزگار به سخت در این شرایط بیفتم. نصف شب برگشت به امیرالمومنین ملحق شد. اصلا امیرالمومنین جنگ رو طول میده که یه نفر که حق رو نمیدونه بشناسه برگرده. تعبیر خیلی لطیفی بود که حضرت امام و پدر اونها هم هست، یعنی اون دلسوزی همینطوره، همیشه ساری و جاریه. اینی که شاید سید الشهدا صلوات الله علیه یکی از دلایلی که شب عاشورا مهلت گرفتن اینه که هنوز هور نیومده حضرت منتظره. بله منتظر یه نفر جذب بشه. حضرت فرمود یک نفر، فرمود رجلا واحدا، یه نفر واقعا. تو فضاهای دیگه تصمیماتی که گاهی حکومت ها میگیرن، گاهی تو فضای غرب هست، آدم ها رو زیر چرخدنده های تصمیمات له میکنن. امیرالمومنین میفرمان یه نفر هدایت بشه برای من از آنچه که خورشید بر او میتابه برتره. و شاید تو تعاملات سیاسی ما و توی تعاملات اجتماعی ما همین مبنا باشه که آقا مکرر فرمودن جذب حد اکثری، این آدم ها رو جذب حد اکثری برای اینکه جیبمون پر بشه، زورمون زیاد بشه نیست. اگر اینطوری باشه وای به حال ما. یعنی ما دنبال اینیم حرف حق رو گسترش بدیم نه خودمونو. به حضرت وقتی آبو حضرت حمله کرد آبو گرفتن، گفتن حالا ما ببندیم. نگاه کنید حضرت چی فرمود، لا افعل ما فعله الجاهلون،
من مثل جوحال رفتار نمی کنم. یعنی خوش به حال اون نامزدی که در انتخابات پیش رو بهش ای بهتان زدن مثل جوحال رفتار نکن. معلوم باشه این تراز این کاره، خودشو نبازه. فرمود به ما اگر ظلم کنن ما از عدل خارج نمیشیم، خیانت کنن ما از انصاف بیرون نمیایم. اینها رو میدید که خالد ابن ولید پسری داره به اسم مهاجر، او اعلام بیزاری کرد از اون خشونت‌های پدرش به امیرالمومنین پیوست و خیلی هم اتفاقا مورد هجمه واقع شد. بارها در جمل یک چشمش رو از دست داد، به نقلی در صفین شهید شد. امیرالمومنین دنبال اینه، یخرج الحی من الميت. یعنی اگر کسی بیاد رفتار امیرالمومنین رو ببینه، لازم نیست حتما در خانواده عمار یاسر باشه، در خانواده خالد ابن ولید هم باشه برمیگرد. چرا؟ چون نگاه میکرد. ابو قتاده میگه از باباشو نگاه میکرد. ابو قتاده میگه که یه وقتی توی تاریکی تیر مینداختیم، گنگ شب شده بود دیگه، کور میزدیم به قول معروف. اونا گفتن شما کی هستین؟ ما گفتیم عباد اللهیم. گفتن خب ما هم عباد اللهیم، ما مسلمونیم. دیدیم که مثلا مسیر رو که رفتیم اشتباه به یه مسلمون رسیدیم، تیر اندازی کردیم به سمت هم. گفتیم خب ما هم مسلمونی زمان، آقا پس ما از طرف خلیفه اومدیم. اونا گفتن پا ما در خدمت تسلیمیم. گفتن پس اسیر شید. اسیر شدن، بیچارا خیال کردن سپاه اسلامه، اسیر شدن. ابو قتاده میگه صبح که شد، نماز صبح که خوندن، خالد دستور داد هر کسی اسیرشو گردن بزن. خب به خدا من توی جنگ دیگه با تو نمیام. خب اینا میدیدن این یه مدل اسلامه و اونم یه مدل اسلام. این که ما میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه در رفتارهاش در جنگ، جنگ که تمام شد نسبت به اموال، اولین گروهی که به امیرالمومنین نسبت به بی‌عدالتی دادن خوارج تو جمل بودن. گفتن اجازه میدی بکشیم، نمیذاری اموالشون رو برداریم؟ ما هرچی حساب کتاب داره کشتیم، اونجایی که اونها 700-800 نفر رو کشتن، قاری فرستادیم قرآن خون کشتن، گوش به حرف نکردن، مجبور شدیم، راه چاره ای نبود، به اقل هم اکتفا کردیم، حالا باید اموالشون رو برگردونیم. اینا نه که عادت کرده بودن به کنیز گرفتن بله. به راحتی گفتن نمیشه، یا عالمه زن تو بصره است. حضرت وقتی دید اینطوری فرمود کدومتون ام المؤمنین رو برمیداره؟ اینا چون همه بر آینه، اینا که شیعیان امیرالمومنین هم نبودن، اینا مثلا بودن ای وای حضرتون بله. بعد خیال کرد من علی ابن ابی طالب هم یکی رو بذارم که میگم بقیه رو کنیز بگیرید، چون او مثلا بزرگزاده است، آقازاده است، این با یه نفر مربوط. نه، امیرالمومنین یه وقتی فرمود که من اموال خودم رو بخوام به دیگران بدم بی‌عدالتی نمی‌کنم، یعنی به یکی بیشتر بدم به یکی کمتر، مال خودم بیت المال. حالا فکر کنید من یه نفر رو میذارم کنار، چطور اینو میفهمید قبیحه؟ همسر پیغمبر نمیشه کنیز گرفت، بقیه هم مسلمانن، حالا یه خطایی کردن یه مجازاتی هم شدن. لذا هم شافعی امام عزیزان اهل شافعی و هم ابو حنیفه امام احناف میگن که لولا سیرت و امیر المؤمنین فی اهل البغی، اگر روش و سیره او نبود، چون زمان پیغمبر که با مسلمون پیغمبر نجنگیده بود، ما کننا نعرف و احکاما، ما نمیدونستیم چجور باید بجنگیم، که این جنگ درش با اسیر چجور باید رفتار کرد، اموال میشه غنیمت گرفت یا نمیشه. اولین بار بود این اتفاق میافتاد. بله، لذاست که امیرالمومنین محیی سنت، احیاگر سنت پیغمبر. یه چیزی عرض کنم، یه خاطره خیلی جالبی پسر دایی معاویه گفته، میگه که یه وقتی دیدن امیرالمومنین سلام الله علیه ولید ابن عقبه و دیگران تو صفین، و امیرالمومنین یه حرمتی داشت، هیبتی داشت، ولید ابن عقبه و چند نفر دیگه از بنی امیه شروع کردن با صدای بلند فحاشی بسیار وقیحانه به امیرالمومنین. اصحاب به هم ریختن، حضرت آمدن فرمودن علیکم بالسکینه، آرامشتون حفظ کنین، و سیما و صالحین و وقار الاسلام، شما صالحینید، وقار اسلامی داشته باشید، کار به اینا نداشته باشید، من معلم شما هستم و اینها معلمشون هم راسه، بالاخره بین ما اینا باید فرق کنه. همین رو شما نگاه کنید، خدا رحمت کنه شهدای ما رو که به اندازه توانشون سعی کردن آبروی مکتب اهل بیت رو حفظ کنن سلام الله علیهم اجمعین. یه پسر دایی داشت معاویه به اسم محمد ابن ابی حذیفه، از اصحاب بود،
اختلافه که زمان امیرالمومنین یا بعد از شهادت حضرت، این جزء مخالفان معاویه و طرفداران امیرالمومنین بود، گرفتنش و انداختن زندان رو شکنجه میکردن. یکی از کارهایی که اینا میکردن این بود که آدم ها رو بیارن اعلام پشیمانی کنن. الان هم بعضی از مستکبری میکنن، یه نفر ببرن اون ور مثلا اعلام پشیمانی کنه، اعلام انزجار کنه، هشتگ یه چیزی رو فعال کنن. خلاصه معاویه بهش گفتش که این نگاه کنید، عقلش نمیرسه پسر دایی ما عوض این که از ما تعریف کنه، هوای ما رو داشته هوای باشه، هوای ما رو داشته باشه، بیاد یه خورده افشاگری کنه، بگه اونجا چه خبر بود. خلاصه بهش گفتش که علم یعن لک ان تبصر ما کنت علیه من الزلاله به نصرت که علی ابن ابی طالب، نمیخوای از این زلالت و گمراهی که علی رو یاری کردی بیای اعلام پشیمانی کنی جلو مردم، بالاخره یه حرف حقی مثلا بزنی ما هم ازت بگذریم. گفتش که والله، حال پسر داییش دیگه، از بچگی همون میشناسن، گفت والله انی لأشهد انک منذ عرفتک فی الجاهلیت و الاسلام، به خدا سوگند از اون روز اول که در جاهلیت و اسلام تو شناخته شدی، لعلا خلق واحد ما زاد الاسلام فی که قلیلا ولا کسی، تو رفتار تغییر نکرده معاویه، اسلام در تو خیلی اثر نداشته، نه زیاد نه کم، هیچ تغییری نکرده. علامتش اینه، ان علامت ذالک فیک لبینتون لتلومنی علی حبی علی، علامتش اینه که منو ملامت کن چرا علی رو دوست دارم. به دین پیغمبر یه سر بزن، چقدر راجع محبت علی مطلب هست، تو منو ملامت میکنی چرا علی رو دوست دارم. کم آخر جمع علی، حالا نگاه کنی حضرت فرمود اونجا چی، شما وقارتون رو حفظ کنید، آرامشتون رو حفظ کنید، سیما صالحین رو حفظ کنید، بالاخره تاریخ می نویسه، بعد بقیه حق و باطل از هم تشخیص بدن. بعد گفت کما خرج مع علی کل قوام سوام مهاجری و انصاری، هرچی آدم حسابی، روزداران روز و عابدان شب، مهاجر و انصار در لشکر اوه، و خرج معک، با تو کیا بودن؟ ابناء المنافقین و طلقا و الاتقا. اونجا حضرت فرمود یعنی حق برای هر کسی که اندکی دنبال حق بود کاملا روشن بود. اگر فرصت هست یه چیزی که عجیب بود برای خودم، هم جالبه که وقتی یه مسیحی مثل نصری سلحب میاد صفین رو مطالعه میکنه، یه تحلیلی کرده که بی نظیر از نظر دقت تاریخی. نصری سلحب میگه که فکرت ابن العاص هذه ليست بجدیده، اینی که امراض آخر برداشت قرآن به نیزه کرد و فکر کردید پیروز شدی، نوآوری نبود که قبل از او علی این کارو کرده بود در جمل. منتها خیلی قشنگ گفته، یه غیر ان علی امر به رفع المصحف قبل بدء القتال، علی سلام الله علیه قبل از اینکه جنگ شروع بشه قرآن رو آورد خوندن بین جمعیت با اینکه تیر بارون شد، و هو فی مرکز القوه، قدرت داشت، جمعیتش چند برابر سپاه جملی ها بود، در اوج قدرت بود، ولی قرآن خوند برای هدایت. در هر مبارزش در هر جنگی او شروع کننده نبود، اما معاویه و زمیله فی الدعا، اما معاویه و رفیق زیرکش منظورش امراس، فلم یلجع الی المصاحف الا انقاذا للموقف، اینا قرآن که بنیزه کردن وقتی میخواستن از مرگ نجات پیدا کنن، یعنی قرآن رو سپر خودشون کردن، تخلفا من هزیمت النک، از اون شکست مفتزهانه میخواستن رها بشن. میگه ارادا الدنیا فاستعان الدین لبلوغا، اینا دنیا رو میخواستن دین رو سپر کردن، و اراد علی دینه، علی دینش رو میخواست، زاهدن فی دنیا، او قرآن رو به نیزه کرد برای اینکه دو روز بیشتر زندگی کنه. امیرالمومنین قرآن رو برد که آدم کمتر کشته بشه، و خودش سپر قرآن شد، و خودش سپر قرآن شد، حقیقت قرآن بود. لذا اینطور ما میبینیم وقتی در منابع نگاه میکنیم، ببینیم امیرالمومنین سلام الله علیه اون چیزی که براش مهم بود این بود که حق اطلاع پیدا کنه. گاهی پیش میاد مثلا فرض بفرمایید که در دوران حکومت‌های قبل از امیرالمومنین یه شبه گشت ارشادی بود، شبانه نصف شب میخوان خونه مردم. خب میدونیم ما در اسلام اینجوری است که اگر کسی خلافم میکنه، مادامی که خانه فساد نیست، مادامی که ترویج کننده نیست، یکی تو خونه هر کاری میکنه، کسی کاری بهش نباید داشته باشه.
وقتی بیاد علنی بشه مسئله مطرحه، معنی نداره که حکومت بخواد بره تو خونه ها سرک بکشه. اینا میریختن شبانه در خونه ها، یه جایی صدایی بود، چراغی روشن بود، چون ساعت خاموشی هم داشتن در مدینه، بعد یه ساعتی همه میخوابیدن بعد از نماز عشا و یعنی مجازات میکردن، یه خورده فضا امنیتی بود، میریختن تو خونه ها ببینن چه خبره، بی کس و کارا بیچاره ها رو مجازات میکردن. اما وقتی مغیره عمل بسیار شنی انجام داد که هم خودش هم سر داشت، هم اون زن هم سر داشت و لو رفت و یه جوری شد که همه دیدن چه خبر شده، خب اینجاست نوبت اون زمان که یک حکومت عدل براش مهمه یا عدل رو برای ضعفا پیاده میکنه. اینجا باید ببینید چند مرده جرم ضعفا رو به شدت وجه برخورد کنیم، آقازاده ها و اینها رو تبدیلشون کنیم به خلاصه ذخایر نظام. توجه میکنید اینجاست که مهمه. این حکومتی اسلامیه که قوه قضاییش اتفاقا آزاده هایی که مجرمن، البته آزاده یا صاحبان قدرتی که مجرمن اونجا بترسن خار بشن. وقتی قوه قضاییه ما اعتلاع پیدا میکنه که یه بیچاره فلک زده اگر قرار بره دادگاه نترسه، اگر حق داره بگه حقمو میگیر، اگر میترسه یعنی خیلی ما راه داریم و باید کار کنیم. امیرالمومنین در اون دوران بود ولی شرایط نبود که در دوره حکومت‌های قبلی حضرت بروز کنه و ورود کنه. خلاصه مغیره جرمی مرتکب شد، 4 نفرم اتفاقی صحنه رو دیدن، خواستن برن شهادت بدن. نفر اول و دوم و سوم و چهارمی که اومد، حاکم وقت گفتش که کسی آمد که مفتزه نمی کن، چون اونجا حاکم بصره بود مغیره. یعنی هنر اینه که کارگزار قدر قدرت رو بکشیم به بند عدالت. بله بله. اینم ترسید و گفت حالا من دقیق ندیدم و خلاصه موضوع گذشت. موضوع گذشت. امیرالمومنین سلام الله علیه وقت جالبم هست بهش ترفیع هم دادن. ما هم میبینیم تو روزگار حاکم بصره بود چون حاکم کوفه ترفیع مقام هم گرفت. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به حکومت اون موقع فرمود که خدایا اگر من قدرت پیدا کنم و شرایطش باشه او رو سنگسار میکنم به خاطر اون جرمی که کرد. و مغیره بعد از اوائل حکومت امیرالمومنین رفت طائف که دم دست امیرالمومنین نباشه. یعنی برای امیرالمومنین بگن آقا پرونده تموم شده. اتفاقا اونجایی که صاحب قدرتان خلاف میکنن حضرت ولو پرونده گذاشته باشه اعاده دادرسی میکنه، حق براش مسئله است، نه اینی که بر ضعفا فشار بیاره عدل رو خلاصه روی ضعفا پیاده کنه. بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی خوب، خیلی حال دلمون خوش میشه با شنیدن فضائل حضرت، با ترسیم اون دوران که انشالله نمونه کاملش رو در عصر ظهور حضرت بقیت الله العظم باشیم و ببینیم. خیلی ها التماس دعای ویژه گفتن، خیلی از مریض ها، خیلی از گرفتار ها، خیلی ها در رنج و عذاب مشکلات اقتصادی هستن. حاجای کاشانی دعا بکنن، سحرخیزای عزیز انشالله آمین بگن، دو دعاها انشالله مستجاب بشه. خدایا این ساعت صبح پیغمبر ما فرمود اگر شب کسی در خانتون رو زد، اگر احتمالم میدادید که او مثلا بازیگری میکنه دست خالی ردش نکنید. ای الان میلیون ها نفر برنامه های سحر رو دارن نگاه میکنن و حاجاتی دارن و در خانه خدا آمدن. خدایا حاجات مؤمنین رو به احسن وجه به کرم خودت روا بفرما. خیلی از خونه ها الان گرفتار بیماری و پرستاری هستن. خدایا همه بیماران رو به حرمت حضرت ولیعصر ارواح و نافدا شفا عنایت بفرما. و این انتخابات پیش رو هم برای بهتر شدن وضع زندگی مردم، کرامت انسانی یه مردم در نظر گرفته بشه و اینکه انشالله امام زمان ارواح و نافدا از این رفتار دست جمعی ما راضی بشه. خدای مردم ما رو کمک کن انشالله.